داگلاس، نقل های تو من را با خود می برد به دوران کودکی و نوجوانیم. دوران جنگ ایران و عراق، در خوزستان، در آبادان، در احوال. از عکاسی و نریشن استفاده کردم و یک گفتگویی رو با یک هنرمند انگلیسی داگلاس باید آغاز کردم که در اون زمان ما هیچ گونه رابطه عاطفی نداشتیم و به یک نوعی این گفتگوی هنرمندانه آغاز شد. برای اینکه امروز من باور ندارم که چیزی به نام فرد وجود داره. فرد زمانی معنی پیدا میکنه که در یک موقعیت دیالوگ با محیطش و اطرافش و آدمهای دیگه قرار داره. رو همین حساب اون چیزی که من رو برانگیخته کرد اینکه در چگونه من میتونم با زبان فارسی با 38 سال زیستن در کشور و جامعه‌ای مثل ایران، با تاریخی که دارم، با به هر حال انقلابی دیدم، کودک جنگ بودم، آسیب‌هایی وجود داشته، از دست دادن‌هایی وجود داشته، به دست آوردن‌هایی وجود داشته، چگونه با اون افکار در یک موقعیت و جغرافیای متفاوتی و یک زبان متفاوتی و یک فرهنگ متفاوتی ما میتونیم یک گفتگوی دو نفره داشته باشیم و چجوری این گفتگو بین دو شخص، دو در از فرهنگ، دو تاریخ، دو حافظه متفاوت، دو بدن متفاوت، دو جنسیت متفاوت، در از نه من مهم بودم نه او، بلکه حد فاصل ما دارای اهمیت بود. It is said that Michelangelo could look at a slab of marble and see the figure inside. He said it was the sculptor's job to reveal this figure trapped within the stone. Manya, you asked me about bodies, and I have a feeling we both know what you were really asking about. Sorry that this may not be the letter you were hoping for, but for now, it's all that I have. در یک زمانی به هر حال من یک سرطانی داشتم و یک چیز رو از دست دادم مثل سینه که خب برمیگرده به علم ژنتیک. سرطان من ژنتیک بوده و بیشمار انسان در هستی دچار بیماری‌های ژنتیک هستن، پس بدن من حافظه ژنتیکی هم پس داره که مجددا این حافظه ژنتیکی فعال شد و بعد علم به کمکش اومد و گفتش که ما این بدن رو میتونیم دوباره بازسازی کنیم و اومدن بازسازی کردن، دو حجم گرد اون زیر گذاشتن به شیوه بسیار عجیب که در طول فیلم شما میبینید که این شیوه علمی دقیقاً شبیه ساختن یک مجسمه میمونه که چجوری یک فرم رو مجدداً بازیافت میکنن. تغییرات بدن من برای تو یادآور مجسمه سازی بود، یادآور پوست فی. ما در مسیر فیلم به نوعی بدن که سخنگوه و در حال به یادآوریه، یک نوعی در حال شکافتن خودش و تغییر و دگرگونی خودش هم هست که بعد ما شاهد این هستیم که هورمون‌ها این بدن بدون داشتن تخمدان، بدون داشتن مفاهیمی مثل امکانات مادر شدن، علم امروزی چطوری بچه‌ای رو تولید میکنه و وارد این بدن میکنه و این بدن رو دوباره دچار یک دگرگونی جدیدی قرار میده. امروز به یک نوعی از دید من خلاقیت، علم و تاریخ به هیچ عنوان اینها از هم جدا نیستن، به یک نوعی در هم تنیده شدن. من فکر میکنم که بدن ما در اصل به یک نوعی یک حافظه تاریخی، سیاسی، اجتماعی، علمی و ژنتیکی داره و وابسته است به اون موقعیت و در حال حاضر هم در موقعیت معاصر ما وابسته ایم به موقعیت‌های اجتماعی و سیاسی بیرون از بدن، یعنی یک رابطه و دیالوگ گفتگوی تنانه و دائم و مکرره. در نتیجه پردازش به بدن، پردازش به بدن نیست، پردازش به حافظه تاریخی یک بدن از دید من. به یک نوعی من همواره یک جمله میگم ما بدن هامون نیستیم اما در درون بدن هامون هستیم و در اصل این فیلم به یک نوعی یک گفتگوی بین رابطه بدن با حافظه تاریخی و حافظه سیاسی شه. I've been thinking about bodies, about weight and objects, and about why I'm a sculptor.
I know nothing of carving, marble, or any of these techniques. But for me, it's as if objects, the stuff of the world, might speak some otherwise inexpressible truth. As if those are the world's secrets that I want to know, and perhaps my own secrets, might be locked up inside them. من فکر میکنم که چیزهایی مثل خشم، جنگ، عشق، خشونت، مرگ، از دست دادن، به دست آوردن در تمام جهان همواره هر روزه به طور ممتد داره اتفاق میفته. تفاوت انسانها با رویکردشون و اون اندیشه‌ایه که به این موقعیت‌ها از ذهنشون تراوش پیدا میکنه. به همین دلیل برای من روزمرگی من بخشی از هنر منه و زندگی در اصل همیشه اینجوری فکر کردم که بدون هنر زندگی برای من امکان پذیر نیست و بدون زندگی هم هنر امکان پذیر نیست. Keep your hands down. Keep your hands here. Oh, it's a heavy boy. Oh.